به بخش ویژه خبری خوش اومدید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید تا از جنجالی ترین اخبار آگاه شوید این مسئولان و آغازاده ها با گذاشتن شروط در دادن مجوز داروخانه و ایجاد انحصار برای خودشون سروت های نجومی درست کردند. تهران 80 میلیارد، آبادان 9 میلیارد. به طوری که خیلیاشون حتی یک روزم تو داروخونه نیستن ولی به اندازه 100 تا 200 تا دا دکتر داروساز درآمد دارن خیلی از داروسازا هم چند بار علیه این مافیا تجمع و اعتراض کردند چون یه داروساز عادی زحمتکش تنها موقع مردن دستش به مجوز میرسه داروخونه ها شده محل دلالی آغازاده ها و مسئولین و محروم کردن داروسازان جوان از کار با ایجاد انحصار داروخونه که باید محل تکمیل سیکل درمان و مشاوره دارویی باشه شده محل دلالی برای سلامت مردم و این چند شغله ها اصلا تو داروخونه شو نیستن در صورتی که طبق قانون باید هر لحظه دکتر داروساز تو داروخونه باشه و به بیمارش مشاوره بده